بر چهره دلربای مهدی صلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. برای منور کردن این مجلس مبارکی صلواتی ختم کنید. اون چه که مسلمه و هیچ تردیدی در آن نیست و متفقون علیه این است که از روز اولی که رسول اکرم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند، از روز اولی که ایشان مبعوث شدند هم ختم رسول شد هم ختم رسالت، یعنی بعد از او هیچ پیامبری و هیچ فرستاده خدایی ما نخواهیم داشت و همچنین هیچ رسالتی هم نخواهیم داشت. اینی که عرض کردم ختم رسالت و عرض نکردم ختم رسالت ها، این بر این اساسه که دین خدا یک دینه. از هم روز اول، از ابتدای خلق آدم تا خاتم، یک دین بود. ان الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد خدا هست اسلامه، و این اسلام که دین خداست در زمان پیامبر که نیامد، به وجود نیامد. پس پیام یا رسالتی که پیامبر ما آورد رسالتی غیر از رسالت‌های پیامبران قبل از او نبوده. لذا می‌بینیم که در قرآن در رابطه با نوح و امرت ان اکون من المسلمین، اون حضرت نوح چند هزار سال قبل از پیامبر اسلام، و امرت ان اکون من المسلمین، اصلا بحث اسلام از اون زمان بوده. یا حضرت یوسف: و توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، دعا میکنه که توفنی مسلما. و ما کان ابراهیم یهودیا
ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما. حضرت ابراهیم مسلمان بود. لذا این دین اسلام از ابتدای خلق دین خدا بوده و پیامبرانی که قبل از پیامبر اسلام آمدند اونها هم دین اسلام داشتند، دین اسلام را تبلیغ می کردند. کاری که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاد ختم رسالت، یعنی رسالت به اتمام رسید، به کمال رسید. لذا احکام و دستورات الهی قبل از رسول اکرم محدود بود. از ابتدای زمان آدم تا نوح تا حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، اینا پله پله کم کم پیشرفت کرد، کم کم احکام گسترده تر شد. لذا کتاب انجیل گسترده تر از توراته، مسائل جدیدی درش هست، قرآن دیگه کامله. لذا در زمان پیامبر اسلام دین اسلام کامل شد. لذا در روز عید غدیر الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی امروز دین کامل شد. و این دین نه اینکه از ابتدای بعثت پیامبر شروع شد و در روز عید غدیر کامل شد، نه، از ابتدای خلق این بشر و آمدن پیامبران از اون زمان شروع شد، ولی در زمان پیامبر اسلام کامل شد. خب این مرحله بندی در تکمیل دین اسلام خب بستگی داره به رشد فکری بشر. انسان‌های اولی در اون زمان نمی‌توانستند و قدرت درک کل احکام دین رو نداشتند تا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند. این حکمت الهی اقتضا کرد که در این زمان دین کامل بشه، چون انسان و بشر به یک مرحله رسید که می‌تواند درک کند، قدرت فهم مسائل را دارد، تمام احکام را میتونه بررسی کنه. لذا این رشد فکری بشر باعث شد که این دین به کمال برسه در آن زمان. حالا این دین که کامل شد، اراده خدا در این تعلق گرفت که این دین چون ختم رسالت شد، دیگه از این به بعد ما هیچ پیامبری نخواهیم داشت که چیزی اضافه کنه بر این دین یا تکمیل کنه، این کامل شد، پس این دین پایدار خواهد بود تا انتهای تاریخ بشریت، تا آخر زمان، تا قیام قیامت. لذا دین اسلام دینی است که تا آخر قیامت خواهد بود، عوض نمیشه، کاملتر هم نمیشه، چون کامله. و برای بقای این دین تا قیامت، اون لوازم ماندگار شدن این دین را خداوند فراهم کرد. لذا در این دین دو ویژگی مهم وجود داره که این دو ویژگی باعث پایدار ماندن این دین شد و خواهد شد. ویژگی اول جامعیت این دین. جامعیت این دین یعنی دین اسلام برای تمام ابعاد زندگی این انسان سخن دارد و نظر دارد، نه فقط سخن. هر بعدی از ابعاد این انسان اگر ما بنگریم، نیازهایی که انسان در ابعاد گوناگون در زندگی خودش دارد، چه نیازهای مادی، چه نیازهای معنوی، چه نیازهایی که مربوط به شخص خودش به عنوان فردی، چه نیازهایی که مربوط به ارتباط خودش با دیگران در زندگی اجتماعی، در همه این ابعاد و در همه این زاویه‌های زندگی می‌بینیم که اسلام سخن داره، نظر داره. لذا ما معتقدیم به این که عبادت به این نیست که فقط شما نماز و روزه بخونید یا حج برید یا این فروع دین رو انجام بدید. این عبادت های معنای خاص که ذکر شده. عبادت یعنی چی؟ عبادت شما به وظایف شرعی خودتون پایبند باشید، عبادته. اسلام میگه چگونه شما با دیگران برخورد کنید، بر اساس اون چی که اسلام میگه عمل میکنید، این عبادته. چگونه با فرزندان خودتون برخورد میکنید، اگر بر اساس اسلام عمل کردید، این عبادته. چگونه شما اصلا با غیر مسلمان ها برخورد میکنید، چگونه درس میخونید، چگونه میخوابید، چگونه حرکت میکنید، چگونه راه میرید، برای تمام این جزئیات زندگی انسان اسلام نظر داره.
و اگر بر اساس نظر اسلام در این موارد شما عمل میکنید این عبادت. پس عبادت منحصر به این نیست که شما فقط نماز و روزه بخونید. این یک ویژگی که برای دین اسلام وجود داره که این خودش بحث متولی است. کسانی که یک بعد از ابعاد این دین را گرفتن، جهت معنوی را گرفتن یا جهت فردی را گرفتن، میگن دلت پاک باشه، فقط با خدا در ارتباط باش، چیکار داری به کار جامعه، چیکار داری به دیگران، یا برعکس کسانی که کارهای اجتماعی را انجام میدن اما مسائل عبادی فردی را ترک میکنن. اینا در اصل یه بحث جزئیاتی داره که خیلی گسترده است، نمیخوام در مقدمه خیلی معطل بشیم. پس اونا هیچ کدوم دین کامل نیست. دین کامل اینه که انسان اگر میخواد بنده کامل خدا باشه، در تمام ابعاد زندگی خودش بر اساس دستورات اسلام و احکام دین عمل کنه. در تمام زندگی خودش، در تمام حرکات خودش، حتی در فکر کردن. اسلام حرف داره که چیگونه فکر کنی. اسلام میگه فکر نکن، اینجا فکر کن، اونجا فکر نکن، اینجا درس بخون، اونجا درس نخون. اصلا نحوه فکر کردن رو به ما آموزش میده. و اگر ما بیاییم یه بعدی از این اسلام را بگیریم و عمل کنیم و ابعاد دیگر را ترک کنیم، این مثال رو همیشه میگم، مانند یه نوزادی که شما میبینید داره رشد میکنه، یک دستش رشد میکنه، دست چپش رشد نمیکنه. میبینید این شده 15 سال اما دست چپش هنوز دست یک نوزاده، اما دست راستش بزرگ شده. این یک فرد کامل و سالمی نیست. دین انسان هم همینطور. اگه بناست یک بعد از ابعاد دین رو ما بگیریم و اون رو گنده کنیم، ابعاد دیگر رو ول کنیم، مانند همین نوزاد میشیم که به این شکل رشد میکنه، یه پاش رشد میکنه، پای دومش رشد نمیکنه. پس اگر بخواهیم که یک دین کامل سالم داشته باشیم، در تمام ابعاد باید رشد داشته باشیم و عمل کنیم. این یک ویژگی. ویژگی دوم که باعث پایدار شدن و ماندگار بودن و شدن این دین هست، غیبی بودن این دین. یعنی چی؟ یعنی این دین از خداست، یعنی احکام و دستورات این دین از خداست، هیچ نقشی انسان در او ندارد و هر چه دستور هست و هر چه حکم هست در این دین از خدا آمده و این خودش یه امتیازی است. یعنی ما باید افتخار کنیم، ما مسلمان ها، که هر چی دستور داریم از کسی داریم که او ما را خلق کرده، که او بیشتر از همه مطلع به اسرار ما، به نیازهای ما، نیازهای واقعی خودمون میدونه. حتی گاهی ما گمان میکنیم این چیزهای خوب هست برای ما، اما او بهتر میدونه که اینها بده برای ما، خوب نیست، ما بد فکر میکنیم، اصلا نمیدونیم. خب کسی که ما را خلق کرده و تمام اسرار وجودی ما را داناست و نه فقط آمده خلق کرده و رها کرده، بلکه در ادامه خلقت هم با ماست، خب این بهتر میدونه که ما چه نیاز داریم، چه چیزی برای ما خوبه، چه چیزی برای ما بده، این دارو خوبه، این دارو نه، ما را میکشه. لذا این غیبی بودن دستورات الهی باعث ماندگار شدن این دین. چون اگر این دستورات از یک فرد آمده باشه، که بعضی ها گمان میکنن که حضرت رسول این الهامات فکری شخصی خودش هست که این دستورات را گفته یا این قرآن را گفته، این ما نمیتوانیم به هیچ حکمی اعتماد کنیم و تکیه کنیم، همش قابل رد و تشکیک خواهد بود، هیچ دینی نخواهیم داشت. پس چون این احکام الهی از خداست، از غیبه، لذا ماندگاره، ثابته، هیچ سخنی هم درش نیست، هیچ کس هم نمیتونه ایراد بگیره. لذا میبینیم که در قرآن در رابطه با این موضوع و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این آیات زیادی داریم در قرآن نشون میده که هر اون چه که پیامبر گرامی اسلام بیان میکنند از خداست، از خودش نیست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. یا در یک آیه و اذا تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. یعنی اگر یه سخنی بدون اجازه ما بگه، این چه تهدید بزرگیه برای پیامبر خودش. خدا تهدید بزرگی میکنه که اگر یه سخنی از پیش خودش بدون اجازه ما
لب باز کنه لأخذنا بهی لأخذنا بهی بالیمین، یمین یعنی با قدرت او را میگیریم. ولقطعنا منه الوتین، یعنی گردنش را میزنیم و هیچ کس از شما نمیتونید جلوگیری کنید از این کار. این ادامه ای آیه است. یعنی این قدر شدید خداوند برخورد میکنه که این برای ماست نه برای پیامبره، که ما روزی نیاییم بگیم که این پیامبر از خودش گفته. پس هر سخنی که پیامبر گرامی اسلام میگفته و عمل میکرده این از خداست، غیبیه. پس این دو ویژگی، دو ویژگی مهمی، یکی جامعیت اسلام، یکی غیبی بودن اسلام و احکام اسلامی. حالا این چگونه خداوند این احکام را بیان کرده برای ما، چگونه رسانده برای ما؟ از دو راه. راه اول قرآن، که این قرآن سخن خداست، بیان احکام خداست، دستورات الهی، دستورات غیبی که خداوند میخواهد به ما برساند و به ما بفهماند. این قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به هیچ وجه دست برده نشده. هر اون چه که در قرآن هست سخن خداست و از غیبه، و هر حکمی که در قرآن هست حکم خداست، و هر دستوری که در قرآن هست دستور خداست. و هذا کتاب انزلناه مبارکن و مبارکن فاتبعوه، دستور اومده که پیروی کنید از این کتاب. پس این دستور به پیروی از کتاب، یکی از راه‌های بیان احکام از سوی خدا همین قرآنه. راه دوم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. درباره سیره رسول اکرم خب آیه های فراوانی داریم که خداوند دستور میده به ما که پیروی کنیم از این شخصیت. یعنی خداوند علاوه بر اینکه یه سری دستورات کلی در قرآن بیان کرده به صورت یک کتاب آسمانی تحت عنوان قرآن، خداوند آمده یک نمونه عملی برای ما ارائه کرده با اون رسول اکرم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یک مثال، بهترین مثال و بهترین نمونه برای تطبیق احکام اسلامی. لذا در قرآن داریم که اطیع الله و اطیع الرسول، یا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. رسول اکرم می فرمودن که اگر واقعا شما خدا را دوست دارید پیروی از من بکنید. این خیلی جالبه، نمی فرمایند که پیروی از خدا بکنید، نه، پیروی از من بکنید تا خدا شما را دوست بدارد. گاهی انسان خودش خدا را دوست داره اما خدا دوستش نداره. این آیه دقیقا به این نکته اشاره میکنه. ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست دارید، حالا مرحله بعدی، در این مرحله اول خدا شما را دوست نداره، معلوم نیست دوست داشته باشه یا نه. اگر واقعا شما خدا را دوست دارید پس این کار رو بکنید، فتبعونی، حالا بیایید از من پیروی کنید تا به کجا برسید؟ به جایی برسید که محبوب خدا بشید. یحببکم الله، اون موقع دیگه خدا شما رو دوست داره. خیلی ها خدا را دوست دارن اما کی میگه خدا اونها را دوست داره؟ این آیه جدا میکنه این دور. پس خداوند هم دستور داده به این که راه شناخت احکام خودش را از این دو راه، یکی کتاب خودش و یکی سنت رسول اکرم. منظور از سنت رسول اکرم یعنی کردار او، گفته های او و سکوت یا به اصطلاح علمی تقریر او. یعنی چی؟ یعنی رسول اکرم هر کاری که انجام میده ما میفهمیم که این کار خوب است و این کار جزء دین است. خودش یه حکم، اصلا
خودش دستور الهیه. اگر سخن بگوید، چیزی رو توصیه کنه، مردم را از یک کاری برحذر می‌دارد، می‌فهمیم که این دستور خداست. ممکنه نگه، ممکنه در سخنش نگوید که این از خداست. مانند موقعی که حضرت رسول آمدن و می‌دونید که مسجد النبی درهای خانه‌های اصحاب در مسجد باز می‌شد. یعنی مسجد یه محوطه‌ای بود، خانه‌های اصحاب دور مسجد بود، هر خونه یه دری داشت و در باز می‌شد در داخل مسجد. از بعضی از اصحاب که خانه هاشون اطراف اون مسجد بود، دیگه زحمت نمی کشیدن از اون در بیرونی برن دور بزنن، از همین در درواز میکردن میبرن تو مسجد. یه روز رسول اکرم آمدن، فرمودن که تمام درها بسته بشه به جز در حضرت علی علیه السلام. اومدن اعتراض کردن. یعنی اینجا رسول اکرم نفرمودن که این خدا فرمود یا آیه نازل شده، چی نفرمودن. دستور دادن که تمام درها بسته بشه به جز در حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما. اومدن اعتراض کردن بعضی ها. اونا گفتن که یا رسول الله، این سخنی که گفتی، این دستوری که دادی، از خودت یا از خداست؟ خب نشون میده که رسول اکرم نفرمودن. بعد رسول اکرم فرمودن که نه، از خداست، از من نیست. یعنی اونهایی که اعتراض کردن، درکشون تا آن حد نبود که هر سخنی که رسول اکرم میگفت خودش دستور بود. نیازی نداره که بگه این از خداست، نیازی نداره که بگه آیه نازل شد، نیازی نداره که بگه جبرئیل نازل شد به من گفت که من به شماها بگم. پس سخن رسول اکرم خودش دستور الهی است. و تقریر رسول اکرم، تقریر این چی؟ یعنی کسی جلو رسول اکرم یه کاری انجام میده و رسول اکرم میتواند با او سخن بگوید که اگر این کار حرام بود، رسول اکرم او را منع میکرد. ما از این سکوت رسول اکرم میفهمیم که حضرت قبول داره اون کارو، این کار حداقل حرام نیست. این بهش میگن تقریر. همین سنت رسول اکرم، ما معتقدیم به این که ائمه اطهار علیهم السلام و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها در امتداد رسول اکرم هستند و سنت رسول اکرم و سنت ائمه اطهار یکی است. یعنی گفته های رسول اکرم و گفته های معصومین یکی است. کردار رسول اکرم و کردار ائمه معصومین علیهم السلام یکی است، از این لحاظ به این که این حجت بر ما و حکم الهی است. و همچنین سکوت ائمه اطهار و سکوت حضرت رسول، یعنی ائمه اطهار هر گفتی که می گفتند دستور خدا بود، هر حکمی که می دادند حکم خدا بود، نحوه و روش زندگی خودشون هم حکم خداست. یعنی کاری که امام معصوم انجام میده کار خداست، حکم خداست. و همچنین تقریر معصوم. تقریر معصوم یعنی چی؟ یعنی سکوت معصوم در مقابل یک کاری که در مقابل او، در حضور او انجام بشه. در یک مجلسی امام معصوم نشسته، یکی بلند میشه یک کاری انجام میده، معصوم هم میتونه اگر کار حرام باشه میتونست او را نهی کنه و نهی نمی کنه معصوم. ما اینجا میفهمیم که اون کار اشکال نداره. پس این راه رساندن پیام خدا و دستورات خدا و احکام خدا این است که حضرت رسول هم در لحظات آخر زندگی مبارکشون تأکید داشتن بر همین دو: کتاب الله و عترتی اهل بیتی. اینی تارکون فیکم الثقلین، یا ثقلین، کتاب الله و عترتی. این دوتا، عتره رسول اکرم، امتداد و استمرار خود رسول اکرمه، در حکم رسول اکرم هستن تمام اعمالش، کردارشون، و کتاب خدا که همون کتاب خداست. این معنای اون چی که گفته میشه که احکام الهی توقیفی است. این یه اصطلاحیه در کتب فقهی وجود داره به این که احکام الهی توقیفی است. توقیفی یعنی چی؟ یعنی متوقف بر گفته معصوم. من اجازه ندارم که یک کرداری را نسبت بدم به معصوم و یا نسبت بدم به حکم الهی اگر دلیلی نداشته باشم، اگر از معصومی نشنیده باشم، قول معصوم نباشه، کردار معصوم نباشه، عمل معصوم نباشه، تقریر معصوم نباشه. لذا این توقیفیه. لذا بسیاری از گاهی از کارهایی که انجام میشه، مراجع اعظام حفظهم الله
اینها روی این نکته هم تاکید دارن. مثلا به طور مثال عرض میکنم ختم انعام، خب خواندن سوره انعام درسته، مستحب، ثواب داره، اما ختم انعام به اون شکلی که هر هفته یا هر ماه و با سفره مخصوص، این ما در دین نداریم و هر کس معتقد بشه که این جزو دینه اصلا این حرامه، جزو دین نیست اصلا. لذا بعضی از رسم و رسوماتی که در جامعه متعارفه، اگر کسی معتقد باشه که این رسم و رسومات یا سفره حضرت ابوالفضل، سفره حضرت ابوالفضل اگر شما معتقدید به این جزو دینه، باید دلیل داشته باشید. معصوم اینو گفته؟ در زمان معصوم انجام داده کسی که معصوم هم حاضر بوده و چیزی نگفته؟ خود معصوم انجام داده یا نداده؟ اینا همش باید سوال بشه. لذا ما هیچ کس، یعنی حتی مرجع تقلیدش، اینی که عرض میکنم بحث فقهیه، بحث شخصی نیست، بحث علمیه، حتی مرجع تقلیدش هم جرأت نداره بگه که کاری مستحبه یا واجبه یا حرامه یا حکم شرعی، مگر اینکه دلیل داشته باشه و دلیلم باید به نقل از معصوم باشه، یعنی راه معصوم باید باشه. به خاطر همین میگن که احکام الهی توقیفی است. حتی در رابطه دعاها ادعیه توقیفی است. شما دعا از پیش خودتون درست میکنید، بله شما آزادید هر سخنی که دوست دارید با خدا سخن بگید، اما اینکه یه دعای خاصی بگید که این حتما این دعای معصومه یا این دعا ذکره حتما همه بخونید، اگر مدرکی از معصوم نداشته باشید این بدعته. به این میگن بدعت، اگر مدرکی از معصوم نداشته باشید. یا اینکه میاد حتی تعداد دعاها، گاهی میگن که این دعایی که از امام سجاد علیه السلام یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، شما روزی 110 بار بخون یا روزی 50 بار بخون یا روزی 60 بار بخون، اگر مدرکی نباشه، اگر روایتی از معصوم نباشه، این بدعته. این تمام مراجع میگن، این بنده شخص نمیگم، این یه چیز علمیه، یعنی باید یه مدرک. این معنای غیبی بودن احکام الهی اینه که مرتبط به غیبه، و چون ما دسترسی به غیب نداریم مگر از راه معصومین علیهم السلام، لذا تنها راه رسیدن به احکام الهی همین معصومین علیهم السلام هم. و ما از پیش خودمون هیچ حقی نداریم چیزی رو اضافه کنیم. این نکته، به اینجا رسیدیم. حالا در احکام اسلامی ما 5 حکم داریم، این احکام اسلامی که خدایی هست 5 حکم داریم. اینها معروفه، یکی وجوبه، یکی استحبابه، یکی حرمته و یکی کراهته و یکی اباحه است یا مباح. همه میدانید که وجوب یعنی یه چیز واجب، یعنی حتما باید انجام بدید، مانند نماز، روزه، و مستحب یعنی کاری که بهتر است انجام بدید و میتونید ترکش کنید، مثل نماز شب، مثل نوافل، نافله ها. حرام کاری که نباید انجام بدید، شرب خمر نباید انجام بدید، زنا نباید انجام بدید، بی‌حجابی نباید انجام بدید، دروغ نباید انجام بدید، اینا حرامه، نباید انجام داد. مکروه نه، کراهت داره، حالا مکروهات خیلی زیاده. مباح کاری که اصلا نه مکروه، نه حرامه، نه واجبه، نه مستحبه، هیچ عنوانی نداره، مثل آب خوردن. شما الان برید آب بخورید، هیچی نه واجبه، نه مستحبه، نه حرامه، نه مکروه، هیچ. یه کاریه که خداوند واگذار کرده به ما. ببینید یه دایره‌ای هست، یه محدوده‌ای هست که خداوند این کارها رو واگذار کرده به ما، میل خودتونه میخواد انجام بدید. حالا میخوام برم رانندگی یاد بگیرم، مباحه، برید رانندگی یاد بگیرید، یاد نگیرید. میخوام درس بخونم، دانشگاه برم یا دانشگاه نرم، میل خودتونه. تلویزیون میخوام بخرم، خود خریدن تلویزیون فی نفسه مباحه، هیچ اصلا نه حرامه، نه حلاله، نه مکروهه، نه مستحبه، خود خریدن تلویزیونه. حالا بعد میایم که ممکنه یه چیز دیگه باشه. حالا این احکام الهی چگونه به وجود میاد؟ همین واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، این چگونه به وجود میاد؟ من برای بیان این مطلب مثال به شما میگم. ببینید در مجالس قانونگذاری و یا هر جهت قانونگذار،
اینها برای وضع یک قانون در جامعه یه سری مراحل رو طی میکنن. مثلا در یک مجلسی، حالا بگیم اینجا، چون ما در اینجا زندگی میکنیم، نمونه هایی از اینجا من برای شما عرض میکنم. اینجا پارلمان میشینن بحث میکنن، میگن ما میخوایم یه قانون بذاریم. و تازه ترین خبری که الان هست دیگه، بالا رفتن VAT 2.5%. میشینن اون پارلمان میشینه، یا اون میور میشینه، شهردار منطقه میشینه، هر کی که قانون گذاره، هر کسی که این قانون رو گذاشت، میشینن بحث میکنن، میگن که ما میخوایم VAT رو 2.5% بالا ببریم، مصلحت داره برام یا مصلحتی نداره؟ میبینن بله، ما اگر اینو نبریم بالا وضع اقتصادیمون خرابه، ما نمیتونیم مملکت رو اداره کنیم، مالیاتمون نمیرسه، درآمدمون با خرجمون، درآمد دولت با خرج دولت اصلا به هم نمیخوره، میخوایم درآمد دولت رو بالا ببریم تا اینکه خرج دولت هم برسه، به خرج دولت برسه. خب مصلحتی که میذارم، میگم پس این مصلحتی داره بالا بردن VAT به 2.5%. بعد میگه که آیا حتما، یعنی خیلی شدیده یا نه، هر کسی دوست داره؟ میگن نه نمیشه، هر کسی دوست داره، ما میخوایم بحث مملکت رو اداره کنیم. میان مجبور میکنن، حالا که مصلحت هست و مصلحتش خیلی شدیده، میان چی میگن؟ میگن حالا که مصلحت هست و مصلحتش خیلی شدیده، مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که میان میگن خب الان باید درخواست کنیم، چگونه بذاریم این موضوع رو، چگونه مطرح کنیم. میان حالا چگونگیشو مطرح میکنن، مشخص میکنن، لزومشو و اجبارشو تعیین میکنن، بعد اعلام میکنن به دیگران، اعلام میکنن به مردم. این میشه چی؟ میشه واجب. و مردم رو هم مجبور میکنن که شما اگر این کار رو انجام ندادی، پیگرد قانونی داره، این واجبه. یا مثلا برای کنجسشن چارج، همین تره ترافیک خودمون که تو ایرانه، اینجا هم هست، خب چرا اینو گذاشتن؟ برای آلودگی هوا نشستن، حالا اون شهردار وستمینستر نشست گفت که این همه ماشین میاد مرکز شهر، آلودگی هوا، برای کم کردن آلودگی هوا و سلامتی مردم ما محدود کنیم اومدن ماشین ها به این محوطه، و مجبور میکنن کسی که میخواد بیاد باید 10 پوند بده روزی، البته الان زیاد شد، قبلا 8 پوند بود، محدود میکنن. و این اجبار میشه، یعنی اول میبینن مصلحت داره، مصلحت برای مردم داره، و این مصلحت اونقدر شدیده ما نمیتونیم سهل انگاری کنیم درش، مردم رو مجبور کنیم هر کسی میخواد بیاد توی محوطه باید یه پولی بده. این مشخص میکنه کسی که میاد حتما کار ضروری داره که آمادگی داره پول بده برای اومدن به محوطه. این میشه چی؟ میشه واجب. گاهی میشه نه، یه سری قانون میذارن، میشینن مصلحت اندیشی میکنن، قانون میذارن اما قانون خیلی سفت نمیگیرن. حالا مثال بیارم، مثلا این کنجسشن چارج، تره ترافیک، میگن خب کسی که ماشینش با باتری کار میکنه دیگه نمیخواد بده پول، مجبور نمیکنن مردم رو که همه برن ماشینهای که با باتری کار میکنه بخرن، با اون ماشین بیان. میگن کسی که ماشین باتری داشته باشه، این ما یه امتیازی بهش میدیم، تشویقی بهش میدیم، میگیم تو که ماشین با باتری داری، آلودگی که نداره ماشینت، تو میتونی بیای تو این محوطه پولم نده. به این میگن چی؟ به این میگن مستحب، یعنی کار خوبیه. ماشین با باتری کار کن داشتن یه کار خوبی است که ما امتیاز بهت میدیم. این میشه چی؟ میشه مستحب. مثل در ایران خودمون، دولت میاد میبینه که آلودگی تهران خیلی زیاده، میگه کارمندانی که این مجبور نمیکنه، گاهی میگه حتما باید این کار انجام بشه، مثل تره ترافیک تهران، گاهی میگه برای تشویقی، میگه کارمندانی که میرن از تهران خارج، بیرون میرن، بیرون تهران زندگی میکنن، یه امتیازاتی بهش میدیم. این کارمندی که میره بیرون زندگی میکنه، یه امتیازات اضافه بهش میدیم. اینش میگن مستحب، یعنی تشویقی، تشویق میکنم. گاهی میشه که مکروه، گاهی میشه مباح. مباح یعنی چی؟ یعنی یه کاری که واگذار شده به مردم. حالا شما میخواد برید تو خیابون راه برید، این میخواد برید تو خیابون راه برید، دولت نمیگه حرامه، یعنی ممنوعه، میخواد برید تو خیابون باید جریمه بدی، و نمیگه خیلی خوبه برو راه برو، اگه رفتی پیاده روی من 10 پوند میذارم تو جیبت. تشویقم نمیکنه، تشویقی نمیده، چیزی نمیده، امتیازی نمیده. پس نه واجبه و نه منع میکنه، حرام نیست، نه مستحبه، شما را تشویق نمیکنه، و نه مکروهه، نمیگه اگر رفتی بیرون ها مثلا یه مشکلی برات اتفاق میافته، یه موانعی پیش میاد،
نه میگه میل خودت. به این میگن مباح. همین کار رو پدرم در منزل انجام میده. این مثال های عرض میکنم تا اینکه روشن بشه مطلب. پدرم در منزل گاهی از فرزندانش به همین روش پنجگانه عمل میکنه. گاهی یه کاری از فرزندش میخواد که حتما باید انجام بده. میگه تو باید نماز بلند شی صبح و بیدارش میکنه. میگه واجبه. این فرزند میفهمه که این باید انجام بشه. گاهی میگه نه، اگر بکنی خوبه. اگر امشب تلویزیون نگاه نکنی فردا جایزه بهت میدم. ببینید این مستحبه، یعنی اگر این کارو خور منعش نمیکنه. گاهی میشه نه، امشب ساعت 10 تلویزیون باید خاموش بشه. این حرام، مثل حرام، یعنی منعش میکنی که اگر اومدی دیدی 9 به بعد شده و فرزندت در روبروی تلویزیون نشسته جریمهش میکنی، ادبش میکنی. گاهی نه، بهش میگی خب اگر زود خوابیدی فردا اجازه بهت میدم. این مستحب. گاهی نه، ولش میکنی، میگه امروز از تعطیله، بذار بشینه کارتون ببینه. این میل خودشه، میخواد بشه کارتون ببینه، میخواد بره بیرون تو حیات بازی کنه، میخواد بره با دوستاش هر کاری بکنه. بهش میگن مباح، یعنی هیچ دید خاصی نداره نسبت به موضوع. در رابطه با احکام الهی هم به همین شکل، خداوند گاهی برای یک کار مصلحت بسیار شدیدی میبیند و در اون مصلحت از این مصلحت اراده تولید میشه که میخواد اون کار رو، و این اراده به اندازه اون مصلحت هست، چون مصلحت خیلی شدیده، اراده خدا هم شدیدتر میشه. بعد میاد اعتبار میکنه که چگونه این اراده رو من بیان کنم، بیان میکنه، بعد این درخواست رو میرسونه به مردم. این چهار مرحله ای که الان خدمتتون عرض کردم در علم اصول شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، اینو به این شکل، مرحله ثبوت، مرحله اثبات، در علوم فقه هم علم اصول هم همین به هم شکل بیان شده. ما یه مرحله ثبوت داریم، یعنی در مرحله بررسی و مصلحت اندیشی، و بعد بررسی میکنه که چگونه اینا ما بخواهیم، چگونه اینا ما تدوین کنیم. اون مرحله ثبوته. بعد مرحله اثبات و مرحله ای که اعلام میکنن به مردم. خب این به طور سریع انجام میشه در نزد خدا. دیگه مجلسی و مشاوره ای و اینها نیست، همون یه لحظه کن فیکونه در نزد خدا. و گاهی خداوند یه امری را به طور شدید نمیخواد، شرب خمر را به طور شدید نمیخواد خدا، لذا ارادش نسبت به این امر اراده منفی شدید حرمت را بیان میکنه. گاهی نه، خداوند میگه که یه کاری هست خوبه اگر انجام بدی، ریورد داری، یه تشویقی هم بهت میدم، نماز شب بخونی نورانیت بهت میدم، رزق و روزی بهت میدم، نافله ها رو بخونی عمرت طولانی میشه، این کار رو خوب انجام بدی صدقه بدی از بلاها محفوظ میشی. اینا چیزایی که مستحبه، خدا میخواد، میبینه که مصلحت داره، کار خودش مصلحت داره، اما مصلحت مقدار شدید نیست، لذا اون اراده خودش به همون اندازه مصلحت و اعتباری که میکنه و دستوری هم که میده به اندازه اون مصلحت دستور میده. کراهت هم همینطور، بعضی کارها هست که خداوند میگه نه مصلحت درش هست، من نمیبینم، نه مصلحتی میبینم، نه مفسده ای درش میبینم، واگذار میکنم به خودت. میخوای آب بخوری آب بخور، مباح. میخوای راه بری بلند شو راه برو. به این میگن مباح. پس ما 5 حکم داریم در شرع. یکی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و مباح بودن. وارد اصل موضوع بشیم. موضوع ما بحث عزاداریه. ما برای این که به احکام شرعی خودمون پی ببریم و شناخت پیدا کنیم، باید ببینیم که این عمل آیا در گفته های معصومین وجود داره؟ در سنت پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره؟ وقتی میگیم سنت یا سیره معصومین، شامل اون سگانه میشه ها، اصطلاح اون سیره باشه که دیگه ما خیلی تکرار نکنیم. سیره معصومین یعنی شامل گفته های اونها، کردار اونها و تقریر اونها، یعنی سکوت اونها در مقابل یک کاری. پس حکمی که ما از راه معصومین به دستمون نرسیده باشه، این حکم هیچ ارزشی نداره. حالا
احکامی که معصومین بیان میکنه، نکته اینجا خدمتتون عرض کنم، دو نکته عرض کنم قبل از که در رابطه با عزاداری وارد بشیم. نکته اول اینه که ببینید بعضی از این کارهای مباحی که خدمتتون عرض کردم ممکنه یه حکم دیگری بگیره ها، یعنی مثلا آب خوردن، آب خوردن مباحه در نفس خودش، کسی آب بخوره نه واجبه نه حرامه، نه آب معمولی دارید میخورید، خصوصا اگر آب ایوین باشه دیگه، کیفیت خوب اعلا. ولی همین آب خوردن گاهی واجب میشه، یعنی واجب شرعی میشه. کی؟ موقعی که انسان در حال مرگ هست و فقط با آب خوردن نجات پیدا میکنه، این موقع آب خوردن برای او واجب میشه. گاهی همین آب خوردنی که مباح حرام میشه، برای من حرام میشه. موقعی که اگر آب بخورم بعد دیدید گاهی یه مرضهایی بر انسان عارض میشه، دکتر میگه اصلا نباید آب بره تو بدنت، لذا سرم سوار میکنم. خب اونجا اگر آب بخورم ضرر داره برام، اگر ضرر داره این حرام میشه. همین آب خوردنی که مباح بود اما حرام میشه. بالاتر از این بعضی کارهای مستحب هم همینطور، کاری خودش مستحبه اما یه دفعه میگه حرام میشه. مثل چی؟ این مثال هایی که میارم مورد ابتلاست. طواف دور خانه خدا مستحبه، یه طواف های مستحبی هست. دست زدن به حجرالاسود واجب یا مستحبه؟ مستحبه. روایت های زیادی داریم ائمه معصوم این کارو میکردن، برید دست بزنید به حجرالاسود، ببوسید حجرالاسود، مستحبه. حالا خانم ها برای انجام دادن این کار مستحب میرن در اون شلوغی وارد اون ازدحام شدید میان مردها، تنشون به تن مردها میخوره که چه کار کنن که دستشون برسه به حجر الاسود. یعنی برای رسیدن به یک کار مستحب کار حرام انجام میدن. همه علما میگن این کار حرام هست، مستحب چی؟ یا مثل اون قصه ای که در زمانی که از امام معصومین میرفت میدزدید بعد صدقه میداد کمک میکرد فقرا، میگفت که دزدی یه جرمه اما صدقه دادن 10 تا من جاء بالحسنات فله 10 امثالها، اگر یه صدقه بدی 10 تا برات نیسن، دزدی بکنی یه سیئه برات نیسن، خب 10 منهای یک میمونه 9 برام میمونه. خب از این راه نمیشه کار مستحب انجام داد، از راه حرام که کار مستحب انجام نمیشه، همون کار مستحب هم حرام میشه. چرا؟ چون با مال غیر شما رفتی صدقه دادی، مال خودت نبوده، اجازه تصرف در این مال نداشتی. پس همین کار مستحب که حکمش مستحبه گاهی حرام میشه، گاهی واجب میشه. کار مستحب واجب میشه. پس اگر یک عملی در حکم شرع خودش مستحب بود یا مباح بود، به این ما میگیم حکم اولیش، یعنی حکم اولیش اینه مباحه، این حکم مستحبه، دست زدن به حجرالاسود مستحبه، رفتن سر کار مستحبه. شما اگر میخواید برید واقعا، کسی میره سر کار، خانم میره سر کار برای اینکه زندگی خودش رو اداره کنه، این کار مستحبیه، مطلوبه. اما اینکه بره سر کار بی حجاب بره، این حرام میشه. میگن من مجبورم سر کار بی حجاب باشم، چون اگر با حجاب برم کار من نمیدن. خب شما میخواید کار مستحب انجام بدید از راه حرام، این نمیشه. همین مستحب حرام میشه. گاهی مستحب واجب میشه. اگر بر مرد بره کار کنه برای فرزندانش، قوت روزشونه بیاره، نون روزشونه بیاره، این خب میره مستحب بالا. اگر هیچ راهی نیست بجز کار کردن، این واجب میشه، باید بره کار کنه. خب همین کار مستحب، این کار حکم اولیه. اگر عنوان دیگه براش پیدا شد یا با یه شرایط ویژه خاصی مقرون شد، اون وقت یه حکم دیگه پیدا میکنه، مثل همین آب خوردن. میگیم حکم اولیش، این با اصطلاحات مدر آشنا بشید تا وارد اصل موضوع میشیم، این خوردن آب حکم اولیش مباحه، اما این آب خوردن اگر با مریضی شد میشه حرام. حکم ثانویش، حکم دوم پیدا میکنه، چون یه موضوع دیگه پیدا کرد، یه مسئله دیگه به او پیوسته شد. اگر این آب خوردن برای ادامه حیات من ضروری است، وقت واجب میشه. این وجوب نوشیدن آب برای من اینجا یه حکم ثانوی میشه. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با بیان این احکام توسط معصومین، اینه که میگیم سیره معصومین، خیلی از کارهای ما حتما لزوما نیست که معصوم گفته باشه همون کار رو،
چون شما اعتراض میکنید میگید که خب رانندگی ماشین که اون زمان ماشین نبود که رانندگی باشه، حالا ما چجوری چگونه بیاییم ثابت کنیم که یکی از معصومین خودش رانندگی کرده یا دستور داره به کسی رانندگی بکنه یا کسی در حضور ایشون رانندگی کرده و ایشون هیچ اعتراضی نکرده. ما احکام اسلامی یکی از امتیازات دین اسلام ها، این واقعا ما باید افتخار کنیم و نعمت‌های بزرگ الهی است بر ما. ما دو نوع حکم داریم، یک حکم مشخص، یعنی امام معصوم می‌فرماید که نماز واجبه، روزه واجبه، حالا از راه قرآن یا گفته معصوم یا گفته پیامبر گرامی اسلام این کار واجبه، کار مشخصه، نماز مشخصه چیه، حج مشخصه چیه، خمس مشخصه چیه. گاهی نه، احکام اسلامی حکم عمومیه، واگذار کردن به ما که ما چگونه پیاده کنیم. حالا گاهی به این صورت، گاهی مثلا حجاب واجبه اما چگونه حجاب بپوشیم. ما هیچ مدرکی از معصوم نداریم که حتما باید چادر باشه یا عبا باشه یا روسری باشه یا مانتو باشه، اما حجاب واجبه. گاهی حالا با چادر میشه حجاب رو پیاده کرد، گاهی با عبا میشه حجاب رو پیاده کرد، گاهی با مانتوی با شرایط ویژه میشه حجاب رو پیاده کرد. یا اینکه دستور داریم به این که شما کمک کنید به فقرا، حالا چگونه ما کمک کنیم به فقرا؟ گاهی با پول دادن، پول ندارید برید کمک راهنمایی بکنید، زبانن، همفکری، تمام این انواع کمک کردن. یا اینکه ما دستور داریم ستر عورت واجبه، این عنوان کلیه، اما ما نداریم که حتما باید با پارچه مثلا پنبه باشه، پارچه ساتن باشه، پارچه حریر باشه، چی باشه، نداریم، با برگ درختی، با هر چی، مهم ستر عورت باشه، این عنوانش. اما پیاده کردنش، فرهنگ ها مختلفه، انسان ها مختلفن، هر زمانی یک شرایطی داره برای پیاده کردن عنوان اون حکم، باید متناسب باشه با شرایط اون زمان. پس احکام الهی هم دو گونه است، یه دفعه خود حکم به طور مشخص گفته میشه، گاهی به طور عمومی گفته میشه که اون عموم نمونه های متعدد داره. مثلا دفاع از دین واجبه، حالا گاهی در گذشته از راه سخنرانی بود، بعد کاغذ و قلم کشف شد از راه نوشتن هم شد، الان از راه سی دی، اینترنت، سایت، کانال های ماهواره‌ای مثلا، اینا همه روش های جدید، اما عنوان کلیش چیه؟ وجوب تبلیغ دین، واجبه، وجوب رساندن احکام دینی به مردم، عنوانش کلیه، اما نحوش بستگی داره به زمان، هر زمانی یه روشی رو میطلبد. این دو نکته ای که خواستم خدمتتون عرض کنم. میاییم در رابطه با عزاداری امام حسین علیه السلام. عزاداری امام حسین از کدام احکامه؟ آیا در رابطه با عزاداری، خب عزاداری برای امام حسین چیز مطلوبی است، این عزاداری برای امام حسین علیه السلام از کدام احکامی است؟ واجب، مستحب، مکروه، حرام، مباح؟ و این که آیا این عزاداری جزو احکامی که مشخصا گفته شده در گفته های معصومین که چگونه عزاداری کنید، یا این که نه کلیه و انواعش رو واگذار کردن به ما، ما میل خودمون هر طوری که شده. در رابطه با عزاداری امام حسین علیه السلام، ما در گفته های معصومین فراوان داریم که عزاداری برای امام حسین علیه السلام مستحب، بلکه گاهی واجب میشه در جایی که دین خدا در معرض خطر قرار میگیره و ما فقط از راه عزاداری میتوانیم دین خدا را نگه داریم و از راه احیای مجالس امام حسین علیه السلام، این واجب میشه که ما عزاداری رو برگزار کنیم. لذا در روایت های معصومین و گفته های معصومین ما فراوان داریم به این که عزاداری مطلوبه، اصل عزاداری. حالا روایت هاش خیلی زیاده، من نمونه ای از این روایت ها رو خواستم خدمتون عرض کنم. که
اصل عزاداری در شرع مقدس در زبان معصومین و در کردار معصومین آمده، یعنی در سیره معصومین علیهم السلام آمده. پس یه حکم الهی است، غیبیه، و عمل معصومین هم این رو تأیید میکنه. از ابتدای خلق ما داریم که حضرت آدم، انبیا همه گریه کردن برای امام حسین علیه السلام، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریه کردن برای امام حسین، حضرت زهرا، حضرت امیر قبل از متولد شدن امام حسین علیه السلام، و همچنین ائمه معصومین بعد از امام حسین علیه السلام این عزاداری را زنده کردن. نه فقط خود اصل عزاداری در سیره معصومین بیان شده، بلکه نحوه عزاداری هم بیان شده. ما نحوه عزاداری هم از معصومین داریم، نحوش گریه کردن امام زین العابدین پس از شهادت پدر بزرگوارش، خب همش گریه میکردن و ائمه اطهار هم تشویق میکردن به این نحوه عزاداری، گریه کردن بر امام حسین علیه السلام. لذا داریم من بکا او ابکا، هر کی گریه کند یا بگریاند وجبت له الجنه، یا وهو فی الجنه وهو ومن ابکا فی الجنه من انشد. ببینید یه روش دیگه، اگر کسی این از معصومه، اگر کسی شعر بگوید برای امام حسین علیه السلام و خودش گریه کنه و بگریاند، هو ومن ابکا فی الجنه، هم خودش هم اون کسی که بگریاند، اون کسی که گریه میکنه، اون هم تو بهشته. خب این یک روشیه. یا سینه زنی، سینه زنی آمده در سخنان بر صورت، زدن سر و صورت، اینا چیزایی که بر زبان معصومین آمده، برگزاری مجالس عزا برای امام حسین علیه السلام، هم برای آقایان و هم برای خانم ها، امام رضا علیه السلام داریم، به اینکه مجلسی برگزار کردن، چادری زدن، دعوت کردن خانم ها بیان پشت چادر بنشینن. این روش عزاداری، به اینکه از خانم ها هم باید استفاده بشه در مجالس عزاداری، این چی گفته نشه که این مخصوص آقایانه. پس هم اصل عزاداری در سیره معصومین آمده و هم مقداری از نحوه عزاداری در سیره معصومین آمده است. اما نحوه های دیگر عزاداری مانند غمزنی و یا راه رفتن بر آتش یا بعضی از انواع عزاداری که در بعضی از کشورها یا بعضی از شهرهای دور مرسومه و در گفته معصومین هم نیامده، اینها چیه؟ اینها مشروعیتش از کجاست؟ اینها آیا مشروعیت دارن یا ندارن؟ بنده بیشتر میخوام تأکید کنم رو بحث غمزنی. بحث غمزنی این مشروعیتش از کجاست؟ یعنی آیا مشروعه یا نه؟ در سیره معصومین آمده یا نیامده؟ اون چه که مسلمه که خود اصل غمزنی یا راه رفتن روی آتش و زغال مشتعل، این چیزی که در سیره معصومین وجود نداره اصلا. وقتی میگیم سیره معصومین یعنی در گفته های معصومین نیست، در کردار معصومین نیست، و کسی هم در مقابل معصوم قمه نزده که معصوم ببیند و چیزی نگوید. همین مطلب رو آیت الله العظما خویی قدس سره همین مطلب رو بیان میکنند. ایشون میفرمایند که لم یرد نص بشعاریته فلا طریق الی الحکم باستحبابه. آیت الله العظما خویی قدس سره میفرمایند که یه نصی، یه گفته از معصوم ما نداریم، در سیره معصوم چیز صریحی نداریم که اجازه بده به ما که ما بگیم غمزنی جزء احکام الهی است یا واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مکروهه. میگه متنی نداریم. اما خود اون کار رو ایشان میگن خب یه کاریه، فوقش مباهه، جایزه، حتی به شرایطش. با نگاه تاریخی به غمزنی، اگر نگاه تاریخی میخواییم بکنیم، نمیخوام بحث تاریخی رو بکنم الان چون واقعا مشخص نیست دقیقا
تاریخ قمزنی از کجا شروع شده؟ اگر با نگاه تاریخی میخواییم بررسی کنیم، میبینیم که نظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله به نگاه تاریخیش هست. فتوای ایشون میفرمایند که قمزنی زمانی که کمونیست ها حمله کردند به منطقه آذربایجان شوروی سابق، اونجا مساجد رو تبدیل کردن به انباری، حسینیه ها و مراکز دینی رو همه رو تبدیل کردن به یه مراکز دیگه و تنها چیزی که اجازه دادن قمزنی در اون زمان. چرا؟ و ایشان معتقدن به این که قمزنی، همون اعتقاد مرحوم آیت الله العظمی خویی، به این که نصی نداریم از معصوم، ما در سیره معصوم قمزنی را نمیبینیم و ندیده ایم و وجود نداره. اما یه مقدار بالاتر از آیت الله العظمی خویی ایشون میرن و میگن که اصلا این کار چون شبه هست و اصلا عنوان عزاداری نداره، یعنی ما در تاریخ نداریم به اینکه کسی در عزای عزیزترین خودش بیاد شمشیر بزنه یا چاقو بزنه، که ما بگیم که خب حالا برای امام حسین که عزیزتر از عزیزان ما هست بیاییم قمه بزنیم. لذا ایشان میفرمایند که اصلا حرامه، با شرایط فعلی حرامه، نه فقط در ملأ عام حرامه، بلکه مخفیانه هم کسی قمه بزنه بازم حرامه. این فتوای ایشون بر این اساس، برای اساس که قمه زنی اصلا ریشش ریشه مشکوکیه، مشخص نیست از کجا آمده و به چه هدفی وارد مذهب تشیع شده و هدفش مشکوکه. اونهایی که قمه زنی رو تجویز میکنن، از کجا تجویز میکنن؟ ببینید، اینها میگویند که قمه زنی یه کاریه، درسته در سیره معصومین وجود نداره، اما یه چیز کلی داریم از معصومین، به این که عزاداری برای امام حسین خوبه و این کار خود قمزنی، ما میگیم که این اگر در راه عزاداری امام حسین باشه خوبه. لذا دقت کنید، گاهی این کار مستحبه، یعنی به درجه میرسه در زیر عنوان کلی، گفتیم یا عنوان کلی ممکنه باشه، عنوان کلی عزاداری برای امام حسین، گاهی مستحب میشه، یعنی شما ثواب میبرید و تشویق میشید برای این کار، گاهی نه اجازه میدن. لذا فتاوی مراجع عظام، اونهایی که به رحمت خدا رفتند قدس سرهم و اونهایی که زنده هستند حفظهم الله، اینها اگر خوب دقت کنید 80% میگوین جایزه، یا اصطلاح جایز یا اصطلاح مانع ندارد. مانع نداره یعنی چی؟ یعنی مباحه، نه واجبه، نه مستحبه، نه مکروهه، نه حرام، ولی چی؟ فی نفسه، یعنی مثل آب خوردن، مثل تلویزیون میخواد بخرید، در نفس خودش ها، یعنی خودش یه کاری که آدم هات قمه بزنه، همین اصلا چاقو گرفتن، خنجر گرفتن، شمشیر گرفتن و زدن بر سر، این خودش یه کاریه، ما نمیتونیم بگیم که حرامه، نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم مستحبه، فی نفسه، اما به یه شرط، شرطی که ضرر معتنا به نباشه به بدنت، یعنی ضرر نرسونه به بدنت. اگر ضرر خیلی زیادی به بدنت میرسونه اصلا این حرام میشه. لذا میگن اگر به شرط این که ضرر نرسونه، لذا همه قید میکنن، به شرط این که ضرر نرسونه بلا مانع است. بلامانه یعنی چی؟ اشکال نداره. 80% مراجع عظام که تجویز میکنن میگن بلامانه با این شرط، و اونهایی که میگن مستحبه دلیلشون اینه، میگن این قمزنی، این استدلالشون اینه که این قمزنی یکی از موارد عزاداریه، یکی از نمونه های عزاداری برای امام حسین علیه السلام، پس مستحب میشه. حالا که ضرر نداره، خود آقایونی که میفرمایند مستحبه، اونم بازم شرط میکنن که ضرر نداشته باشه. در صورتی که ضرر نداره
مستحبه. چرا مستحبه؟ چون جزو اون حکم کلی به این که عزاداری برای امام حسین مستحبه، این هم یک نوع عزاداری هست، پس این هم مستحبه. این شرطه که ضرر نداشته باشه، همه آقایون میگن. علمای متقدمین یعنی قدما، اونهایی که فوت کردن به رحمت خدا رفتن، بزرگان مراجع ما قدس سرهم، خب اونها در آن زمان این شرط رو گذاشتن. در آن زمان اونهایی که تجویز میکنن، بنده خدا رو عرض کردم که اونی که تحریم میکنه کیه؟ اون مشخص استدلالشون چیه؟ اونهایی که جایز میدونن یک شرط میگذاشتن، و این شرط برای جوازش نه برای استحبابش. در اون زمان همین یک شرط بود، چون خود اصل کار، لذا تأکید میکنن، خوب مراجعه کنید به استفتاءها، میگن که فی نفسه جایزه، یعنی چه؟ خود کار در حد خودش یک کاریه، اگر عنوان دیگری پیدا کنه به عنوان ثانوی میشه. ببینید، یعنی عنوان و حکم اولیه قمزنی اشکال نداره، گرچه آیت الله عظما خامنه ای حفظه الله میفرماید که همون حکم اولیش اصلا جایز نیست به خاطر تاریخچه سیاسی این قمزنی و مشکوک بودنش. امروز میدانی که احکام اسلام این مباهات یک دایره ای که بسیار دایره وسیعی است، و این مباهات و مستحبات با مرور زمان قابل تغییره، یعنی انعطاف پذیره. مباهات انعطاف پذیره، این دایره انعطاف پذیری دین اسلام. لذا همین مباهات گاهی حرام میشه، گاهی مستحب میشه، گاهی مکروه میشه. امروز در زمانی که ما زندگی میکنیم، برای قمزنی آیا آن شرط کافیه؟ شرطی که ضرر نرسونه فقط؟ میبینیم که مراجع عظام حفظهم الله، اونایی که زنده هستن، مراجع متأخرین، اینها شرط دیگه اضافه کردن. حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی، ایشون یک شرط دیگه اضافه کردن. شرط اولشون از قدیم همین بود که ضرر نرسونن، جایزه. شرط دومش اینه که در ملأ عام نباشه، و ایشون اضافه میفرمایند به این که در جایی که دوربین باشه، عکس برداری باشه و پخش بشه، ولی به طور مخفیانه اشکال نداره. این یک در جدیدی برای ما باز میکنه، برای به خصوص این عمل. اینی که خدمت شما عرض میکنه، ما باید تکلیف شرعی خودمون رو روشن کنیم. بحث تقلید در جای خود، ما هر مرجعی رو که از او تقلید میکنیم، حکم اون مرجع رو باید پیاده کنیم، این بحثی درش نیست. بنده این بحث ریشه‌ای فقهی خدمتون عرض کردم، و چون باعث تفرقه شده و اونچنان در جامعه تشیع امسال به خصوص این موضوع موضوعی شده که دوگانگی ایجاد شده، دو گروهی شدن شیعه ها، نه فقط در اروپا یا انگلیس، بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی، لذا این باید روشن بشه، باید این بحث باز بشه، ببینیم این چیه و به کجا ختم میشه، و بحث تفریقه را از بین ببریم، یک بحث علمی فقهی بکنیم، به نتیجه برسونیم، بعد هر کی دنبال مرجع خودش. این شرط دوم که آیت الله العظما وحید خراسانی گفتن، این جدیده به خاطر وضع جدید که پیش آمده. پس اگر در ملأ عام باشه، در معرض دوربین ها باشه، اشکال پیدا میکنه قمزنی. و همچنین گفته های بسیار زیبایی هست که ناظر به این شرط دومه، مثل گفته آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله عظما فاضل لنکرانی قدس سره، در رابطه با عزاداری، یا آیت الله عظما آمیرزاده جواد تبریزی قدس سره، ایشون بازم این شرط دوم رو اضافه کردن که ایشون میفرماید قمزنی در حد نفسه، این حد نفسه خود این کار، حکم اولیش مانعی ندارد، این نظر ایشون، ولیکن سزاوار است برای مؤمنین که در مقام حزن و اندوه بر سید شهدا هستند، مظهر مناسب تری را اختیار کنند، و آن مظهر مختلفه،
اختلاف کشورها. یعنی این مظهر غمزنی یک مظهر مناسبی برای عزاداری نیست، حال نظر ایشونه. این من نمونه هایی میارم که شرایط وقتی عوض میشه، احکامی که مربوط به این چنین اعمال بازم ممکنه عوض بشه. این چنین اصراری نیست که حتما حکمی که 100 سال بود برای کاری که مباهه، کاری که از عمومات استفاده شده که مستحبه، اگر کسی گفت مستحبه این تا آخر بمونه، به خاطر اینکه سیره معصوم نبود. اگر سیره معصوم بود حتما غیر قابل تغییره. و کسی که مقایسه میکنه غمزنی رو با حج یا با نماز، فرق زمین تا آسمونه. ما بیان کردیم اون چی که معصوم بیان میکنه، اون چی که در سیره معصومین ثابته، اون چی که در قرآن ثابته، این تغییر ناپذیره. اصلا هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه، اصلا قابل تغییر نیست. در هر زمانی در هر وضعیتی شما نماز بخونید، نمیتونه بگید تو الان فرودگاه هستم، غیر مسلمان ها هستن میبینن زشته میخندن بهم، اصلا این معنی نداره. باید نماز رو بخونی، نماز رو قضا میشه، واجبه، روزه رو باید بگیرید، حج رو باید انجام بدی، حالا هر مسخره ای بکنن. چرا؟ چون یه چیز ثابتی است، از سیره معصومین آمده، منبعش مشخصه و واجبم هست. اما در چیز مباه، چیزی که یک عنوان خوبی بر او میچسبه خوب میشه، عنوان بد بر او میچسبه بد میشه، این با مرور زمان تغییر پذیره. لذا نظرات مراجع تغییر پیدا میکنه، خیلی هم عادی و خیلی هم طبیعی است. یا اینکه نظر آیت الله العظمى سبحانی حفظه الله، ایشون میفرماید در رابطه با عزاداری سید شهدا علیه السلام، میفرماید به نحوی باشد به دو شرط: اولا تمام ضوابط شرعی در آن رعایت شود، ثانیا موجب جذب و گرایش دیگران به راه حسین بن علی باشد. ما چرا عزاداری میکنیم؟ چرا این همه عزاداری رو علنی میکنیم؟ ما عزاداری رو مخفی قبول نداریم. اون چی که ما معتقدیم، حتی راهپیمایی زمانی، بعضی ها معتقدونه که راهپیمایی در لندن برای ما اصلا معنی نداره. چرا معنی داره؟ این عزاداری علنی ما باید اعلام کنیم، موضع خودمون نسبت به امام حسین، اصلا اعتقاد خودمون، ایمان خودمون باید بیان کنیم، نحوه عزاداری رو باید علنی کنیم. اما یه طوری باید علنی کنیم که واقعا دیدگاه امام حسین علیه السلام منتشر بشه، واقعا دفاع از دین باشه. اگر یک روشی استفاده کنیم که در سیره معصومی نباشه و این روش باعث تضعیف مذهب تشیع باشه، این روش، خب مراجع میگن که اگر این چنین باشه اشکال پیدا میکنه، این روش هر روشی باشه نه فقط غمزنی. پس این نکته خیلی مهمه که شرایط عوض میشه، خصوصا برای کارهایی که مباهه. عرض کردم کاری که مستحبه ممکنه حرام بشه، چه برسه به کاری که مباهه. پس مقایسه کردن غمزنی و مانند غمزنی با حج و روزه و نماز اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا چیز دیگری است. و همچنین در رابطه با حضرت آیت الله العظمى سیستانی، در بحرین یک کتابی چاپ شد، نویسندهش یکی از روحانیون بحرینی، ایشان در کتاب خودش چند نقلی دارد از آیت الله العظمى سیستانی، چند تا قصه نقل میکنه. یکی از قصه هایی که در اون کتاب نقل میکنه، میگه که یه روزی آیت الله سیستانی آمدن به بازار و دیدن یه کسی که قمه میسازه، آهنگری داره قمه میسازه، و به ایشان گفت که بارک الله فیک، خدا به تو برکت بده که رزق و روزی حلال داری میخوری. کسی که قمه میساخ برای قمه زنا. این یه قصه نقل میکنن. قصه دیگری که نقل میکنن تو همون کتاب، نویسنده کتاب نقل میکنه، میگه که یه عده‌ای رفتن خدمت آیت الله العظمى سیستانی و عرض کردن که نظرشون نسبت به غمزنی چیست. ایشون با انگشت خودشون علامت گذاشتن به گردنشون، گفتن که به گردنم غمه بزنید و به گردنم، یعنی مسئولش من به عهده میگیرم. این یه قصه. یه دو تا قصه هم نقل کردن تو این کتاب در رابطه با غمزنی از آیت الله العظمى سیستانی. دفتر آیت الله العظمى سیستانی حدود 9-10 ماه پیش اطلاعیه پخش کردن که به هیچ وجه، حتی اون نامه خطاب به نویسنده کتاب هست، که به هیچ وجه نظر ایشان این نیست، نظر ایشان تأیید غمزنی نیست،
ببینید نظر ایشان تأیید قمیزن و این قصه همش دروغه. چیزی که در کتاب نوشته شده اینها همش مستند، اگه کسی بخواد موجوده، از دفتر خود آیت الله سیستانی هم شما سوال کنید. پس این عملی که وجود داره در هر زمان ممکنه، خدمتتون عرض کنم خیلی جالب، ممکنه امروز حتی در یک روز حکم عوض بشه. ما باید همیشه ارتباطمون با مراجع اعظام مستمر باشه، نه اینکه من مقلد فلانی هستم تمام شد، کتابی که 20 سال پیش چاپ شده همون نظراتو میگیرم. بعضی از مسائلی که با پیشرفت زمان و وضعیت که عوض میشه حکمش عوض میشه، باید به روز باشیم. ما چطور شد که در مسئله مانند قمزنی نظرات مراجع اعظام که قدیم هست مال 30 سال پیش کوشش کن عمل کنیم، اما جرئت نمی کنیم گوشی برداریم زنگ بزنیم دفتر مراجع اعظام و سوال کنیم؟ آقا گوشی تلفن بردار، الان که ماشاءالله ارتباطات خیلی ساده است، گوشی بردار ببین نظر چیه، جایز فقط، مستحب، واجب، حرام، مکروه، شرایطش چیست به نظر مرجع تقلید خودتون. پس ما احترام بسیار فراوانی داریم نسبت به مراجع اعظام و این دیدگاه هایی که خدمت شما عرض کردم، دیدگاه های مراجع. جمع بندی کنم، یه مقدار طول کشید. در آخر بحثم چند نکته لازم میدونم که مطرح کنم. این نتیجه بحث، ما خواهیم نتیجه بگیریم از این بحث. نکته اول، اگر این نحو عزاداری، این خوب دقت فرمایید، اگر این نحو عزاداری که قمزنی باشه تنها راهی باشه برای تداوم راه امام حسین علیه السلام، قمزنی واجب خواهد شد. این حکم شرعی است. برای تداوم و استمرار دین خدا ما واجبه که هر کاری که ممکنه انجام بدیم. اگر قمزنی تنها راهی باشه برای تداوم راه امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام، قمزنی واجب می شود. اما کی میگه که این تنها راهی است؟ به ویژه امروز، امروز که راه‌های بسیار فراوانی در اختیار ما وجود داره برای نشر فکر امام حسین علیه السلام و آیین اهل بیت علیهم السلام. تشیع الان به حمدالله قدرت گرفته، امکانات داره. شما کی میتونستید کانال های ماهواره‌ای داشته باشید؟ کی میتونستیم ما رادیو داشته باشیم در کشورهای اسلامی یا در کشورهای غربی؟ شیعه را عرض میکنم، مذهب تشیع الان افتخار میکنه، الان همه جا پخش تشیع. این عزاداری ها الان در کشورهایی داره برگزار میشه که به هیچ وجه کسانی که اونجا هستن باورشون نمیشد که روزی در اونجا عزاداری برگزار میشه. در ترکیه، در شوروی عزاداری برگزار میشه برای امام حسین علیه السلام، که هیچ کس اصلا خیال نمیکرد که در اون کشورها این چنین عزاداری برگزار بشه. سینه بزنن، زنجیر بزنن، بر سر و صورت بزنن برای امام حسین علیه السلام. خب این همه راه بازه، این همه آزادی وجود داره برای نشر مذهب تشیع. خب اون راهی که میبینیم یه مقدار ضربه میزنه و باعث توهین تشیع هست و یه مقدار انقلت درش هست، حداقل دیگه ما اگر خیلی کوتاه بیاییم میگیم که این کار شرایطی داره و یه مقدار آثار منفی داره. خب کاری که نم استحبابش ثابت شده، نه وجوبش ثابت شده، خب اگر یه مقدار چیز مشکوکیه چرا ما بیاییم برای این کار هزینه کنیم؟ به جای اینکه بریم هزینه کنیم برای کارهای واجب، اعمال واجب مردم یه مقدار گیر کرده، خب بیاییم برای اونها هزینه کنیم. این یک نکته. نکته دوم، اگر قمزنی مستحب بود، بر فرض این که مستحب باشه، شما یک نمونه بیارید که یکی از مراجع اعظام چه گذشته و چه حال یک بار قمه زده باشه. نمونه بیارید. مراجع اعظام هیچ کس ما نداریم در تاریخ مرجعیت. مگه مراجع ما الگو نیستن؟ اونها بهتر از من شما دین را میفهمند. اونها بهتر میفهمند که قمه زنی اگر استحباب داره اولویت با اونهاست که بین عمل بکنن. اونها نماز شبشون ترک نمیشه، نافله هاشون ترک نمیشه چون مستحبه، مستحباتشون ترک نمیشه.
از بزرگان هستن، اینها به مراحل نزدیک عصمت رسیدن، مراجع اعظم ساده نیست. بعضی میگن آقای فلان، اصلا اهانت شما میگید آقای سیستانی، آقای حضرت آیت الله العظما، اینها زحمت کشیدن، سالها شبها بیداری کشیدن، برای حفظ دین زحمت کشیدن، نه برای خودشون، نه برای آبروی شخصی خودشون. اینها آمادگی دارن جان خودشون رو برای دین فدا کنن. اینها بزرگان ما هستن. دین و مذهب تشیع توسط اینها موندگار شد. اگر اینها نبودن، خدا شاهده همین این احکامی که ما داریم، همین آیین تشیع که ما داریم، نمی‌رسید به دست ما. اگر مرجعیت نبود، اگر حوزه‌های علمیه نبود، ما حوزه‌های علمیه رو دست کم نگیریم. به هیچ مرجعی کسی اجازه نداره اهانت کنه، اما هر مرجعی دیدگاه خودشو داره. ما که اینجا هستیم، بعضی مسائل هست که نه وجوب داره نه استحبابش ثابته، چرا اصرار بر این؟ اگر واجبه همه باید انجام بدیم، و اگر ببینی که یه کاری که و یا عملی که یا کرداری که واقعا جنبه منفی داره، حد که حرمت داره، توهین به تشیع داره، سوء استفاده داره میشه از این عمل، دشمنان شیعه دارن سوء استفاده میکنن از این کار، تشیع رو خشن جلوه میدن، وقتی که میبینیم این چنینه، اگر دوباره تکرار میکنم، اگر واجب بود هیچ سخنی نمیتونیم بگیم، باید انجام بدیم، هرچی هم مسخره بکنن، اما کاری که وجوبش اصلا ثابت نیست، استحبابش ثابت نیست، چه برسه به وجوبش. هیچ کس از مراجع نگفته واجب، و 20% از مراجع گفتن مستحبه، و در وضع حالی یه مقدار این حکم مشکوکه، یعنی باید پیگیری بشه که ببین نظرات مراجع چیه در حال حاضر. خب چرا باید اصرار داشته باشی؟ این نکته دوم. نکته سوم، اگر بناس عنوان عزاداری مجوز باشه برای هر کاری که عنوان عزاداری برای حسین علیه السلام روش میچسبه اون انجام بدیم، چرا ما باید بیاییم سرمایه گذاری کنیم روی قمه زنی؟ ما بگیم بیاییم بر فرض، فرض این است که قمه زنی یک نوع از عزاداری است. مگه قمه زنی در تمام کشورهای اسلامی بود؟ نبود، در یکی از کشورهای اسلامی بود، ولی الان همه جا زده میشه. خب بس از یک جایی شروع شد، از یک شهری یا شهرکی شروع شد قمه زنی، یعنی در فرهنگ آن شهر، در فرهنگ آن شهرک این قمه زنی شروع شد، بعد گسترش پیدا کرد، بعد رسید به دست ما، و الان داریم روش کار میکنیم، هی تبلیغ میکنیم، هزینه میکنیم، ده ها هزار پوند خرج میکنیم برای قمه زنی. مگر نمونه های عزاداری دیگه نداریم؟ شما ببینید نمونه های عزاداری دیگه چی؟ یکی از انواع و نمونه های عزاداری، عزاداری که در جنوب خراسان معروفه به اسم بیلزنی. بیلزنی عزاداریه واقعا برای عشق به امام حسین انجام میدن. شما ممکنه بخندید، اما واقعا عزاداریه، گریه میکنن مردم اونجا. دو هیئت مهم اون محله روبروی هم قرار میگیرن، هر هیئت امام حسین با دو گروه میستن، گروه های 15 نفره، یعنی 30 نفر این طرف 30 نفر اون طرف، همه هم بیل دستشون، بیل میبرن به هوا، یه نفر میاد میپره، اون سر بیلشو میزنه به سر بیل اون یکی، و همینطور هم یکی یکی میان میپرن سر بیلا رو به هم دیگه میزنن و گریه میکنن مردم. خب این نمونه عزاداری است. اگر این موجب توهین تشیع نباشه، امر مستحسن است، خوبه، اما اگر روزی این موجب وهن شیعه باشه، اشکال پیدا میکنه. اگر ما بناس قمه زنی رو ترویج کنیم در آن حد بالا انگار واجبه، خب چرا این تبلیغ نکنیم؟ یه عزاداری دیگه هست، خب اون تبلیغ کنیم. چطور شد حالا این قمه زنی؟ پس این هم یه نکته که آن بیل زنی با احترام به اون عمل واقعا عزاداریه و گریه میکنن مردم برای امام حسین از همین کردار، از همین روش. اون نخل گردونی هم همینطور، نخل رو میگردونن یا تابوتی درست میکنن از چوبهای نخل و پرچمهای گران قیمت بر اون تابوت میذارن، معتقدن بر این اساس به این که بدن مبارک امام حسین علیه السلام بر روی چوبهای نخل گذاشتن تا بردن دفن کنن. این یه نموداری است. خب چرا اونو تبلیغ نمی کنید؟ این من چرا رو میگم، نمیگم حتما انجام بدیم، میگم اگر بناس این چنین کارهایی که حکمش در شرع ثابت نیست 100%،
تبلیغ و سرمایه گذاری کنیم، خب برای اونا هم سرمایه گذاری کنیم. خیلی از نمونه های عزاداری وجود داره. چرا این نمونه که در یکی از شهرها، شهرک های حالا یا ایران یا شوروی یا هر کجا به وجود آمد و بعد پخش شد همه جا، چرا اون بیلزنی پخش نشه، پخشش نکنیم در جهان؟ تو لندن بیان بیلزنی انجام بدیم با عنوان عزاداری. این نکته سوم. نکته چهارم و آخر این است که شما بدانید که تشیع در مرحله رشد و اوج رشدش هست و ساده اندیشی است. اگر کسی بیندیشد که دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعه مبارزه رو در رو و علنی با شیعه بکنند، چون میدانند شیعه امام حسین دارند، شیعه فداکاری در دل اونها کاشته شده از بچگی، نسل در نسل فداکارن برای دین خودشون و به هیچ وجه دشمنان اسلام و کسانی که دشمن تشیع هستن نمیان با مبارزه رو در رو قرار بگیرن با تشیع، چون میدونن شیعه آمادگی داره تا حد جان دفاع کنه از اعتقاد خودش. لذا تنها راهی که میمانه اینه که اختلاف ایجاد کنن در میان تشیع. اینی که با ایجاد بعضی اعمالی که واقعا دین و مذهب تشیع رو خدشه دار میکنه، از این راه میان اونها رو گنده میکنن. و یکیش همین. و نمونه های زیادی هست. شما ببینید رسانه ها وقتی میخوان حرکت امام حسین علیه السلام رو معرفی کنن، میان قمزنی رو میارن، خون میارن، خشونت رو میارن. در کجای اسلام هست که شما اجازه دارید برای بچه 3 ماهه شمشیر بزنید به سرش و خون بیاد و تلویزیون بی بی سی رو این مانور بده؟ سایت های دشمنان اسلام مانور بدن رو این که بچه 3 ماهه، بچه 2 ساله، بچه 4 ساله که هیچ اراده از خودش نداره، پدرش میاد با شمشیر میزنه، بدنش پر خون میشه. اگر واجب بود با دل و جان میپذیریم، بچه های خودمون رو میزنیم، اما کی میگه واجبه؟ این بحث حساسی است و خیلی جدی است. وقتی که در شوروی مجالس را تعطیل میکنن، فقط قمزنی را اجازه میدن، وقتی امسال در بعضی از کشورهای اسلامی که اجازه عزاداری عمومی را نمیدادند، امسال اجازه قمزنی علنی را دادن، راهپیمایی قمزنی را انداختن، این چیه؟ من نمیدونم جوابش چیه. شما باید جوابش پیدا کنید. یعنی در بعضی کشورهای اسلامی که به خون شیعه تشنند، نمیخوام اسم بیارم، شما برید بگردید، به حمد الله راه دریافت اطلاعات الان خیلی آسونه. شما برید بگردید ببینید بعضی از کشورهایی که به خون تشیع تشنند، که در سالهای گذشته اجازه نمیدادند مجلس عمومی برگزار بشه برای ابی عبدالله علیه السلام، سینه زنی را بیافته، راهپیمایی را بیافته، امسال اجازه راهپیمایی قمزنی دادند. خب انسان گاهی از کار دشمن میفهمه که چه چیزهایی باعث شادی اونها میشه. خب آیا واقعا امام حسین اینه میخواد؟ آیا واقعا پیام امام حسین این است؟ آیا واقعا ما که عاشق امام حسین هستیم میخواییم پیام امام حسین را برسونیم، میخواییم اهداف امام حسین را بیان کنیم برای دیگران؟ این اهدافش؟ چرا این دوربین ها نمیان در این چنین مجالس فیلم برداری کنن و نشون بدن که اونهایی که بر منبر میشنن چی میگن؟ چیزهای خوبی میگن؟ چیزهای منطقی و با تمام احکام اسلامی مذهب تشیع موافق عقله، موافق منطقه؟ اصلا کسی که اصلا امام صادق علیه السلام فرمود که فقط محاسن و خوبی های ما را شما بگید همه جذب میشن، عبارت امام صادق علیه السلام، که شما فقط خوبی های ما رو بگید، فقط خوبی ها نقل کنید. چرا این خوبی ها رو منعکس نمی کنن رسانه ها؟ رسانه هایی که قمه زنی رو منعکس می کنن، چرا سینه زنی ها رو منعکس نمی کنن گدا بکنن؟ چرا این سخنرانی های آقایون و منبری هایی که اسلام رو معرفی می کنن و اسلام حقیقی رو معرفی می کنن، چرا بخش هایی از اونها رو پخش نمی کنن؟ در هر کشوری، من منظورم کشور خاصی نیست. پس نتیجه میگیریم که دستهایی هست مخفیانه که از این برداشتی میکنن و سوء استفاده میکنن
برای ضربه زدن به مذهب تشیع، چه قمه زنی و چه بحث های دیگه هم هست، نه فقط قمه زنی. خیلی از نمونه های کارهای دیگه هست که الان جاش نیست، بنده فقط این نمونه رو عرض کردم چون مورد ابتلای همه هست و همچنین از این راه اختلاف ایجاد کنند تا حدی موفق شدن استفانه. که اختلاف ایجاد کنند در میان شیعیان در بعضی از مناطق کشورهای اسلامی که دو گروه شدن، دو دسته شدن، این بر علیه اون فحش میده، اون بر علیه، اصلا معنی نداره. بحثی که ما بهش رسیدیم نه فحش به کسی، نه اهانت به کسی، نه این به اون باید فحش بده، نه اون به این باید اهانت کنه، این معنی نداره اصلا. ما نباید تسلیم خواسته های دشمنان اهل بیت بشیم، وحدت خودمون رو باید حفظ کنیم. این پیام امام حسین علیه السلام. و اگر اختلاف به وجود آمد و این راهی است که نمونش رفتن و موفق شدن دشمنان اسلام، گروه القاعده رو که درست کردن چیه؟ یعنی یه گروه تندرو در میان اهل تسنن. گروه وهابیت دشمنان اسلام وهابیت رو ایجاد کرد. در تاریخچه وهابیت شما برید ببینید چی بوده اصلا، از کجا به وجود آمد؟ برای ایجاد تفریق در میان خود سنی ها، خود اهل تسنن. شما میدونید که سنی ها همه که وهابی نیستن، گروهی از سنی ها وهابی هستند و گروهی از وهابی ها قاعده ای هستند، نه همه وهابی ها. یا گروه تندرو و خشن که از اسلام بجز خون و شمشیر و انفجار نمیفهمن درست کردن که این اسلامه و اینو معرفی میکنن، نمیرن چیز دیگه رو بگن، میگن اسلام اینه. حالا در تشیع هم همینطور، تشیع رو به صورت دیگری معرفی میکنن. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق شناخت و معرفت دین حق و راه حق عنایت کنه و قدرت پیمودن اون راه را هم به ما بدهد. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. خدايا بخون مقدس ابي عبد الله الحسين عليه السلام، بخون مقدس اهل بيت اسمت و طهارت، بخون مقدس اصحاب امام حسين عليه السلام قسمت ميدهيم در فرج مولاي ما امام زمان عليه السلام تعجيل بفرما، ما را از یاران و اصحاب او قرار بده، اسلام و مسلمین نصرت عطا بفرما، مراجع اعظم مقام معظم رهبری خدمتگزاران به اسلام نصرت عطا بفرما، مریضای اسلام، مریضای منظور، مریضه منظور، مریض منظور شفای عاجل عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.